افتخار ما اینه که شما دستو در نگه. آقای دو تا چایی هم واسه ما برده بیارم. خسته نباشی داداش. نوکرتم. بچه کجایی؟ به قیافم کجا میاد؟ به قیافت میاد اهل برنامه باشی. بچه تهرونم. با خوبی همشهری؟ نه زیاد. چرا؟ بیمای فطیره. آه کاسبی که ساده. خفه مأمور جماعت امونم بوردن. خب مأمور بازار که این روزا همه جا هست. اونتاش باز تیز و باز باشه دیگه. مأمورم مأمورای قدیم. الان همه تیز و باز شدن. نطق بزنی شیش ماه حبسی. حالا چی میخوای؟ سیگاری داری؟ قدم این پولی که گذاشتی رو میز؟ آره. آقا تیمور یه چایی به ما بده. سبکه چونه نزن دیگه، اینم ته بارمه. شانس آوردی که تا این وقت روزم مونده. مکان داری؟ واسه نشه بازی؟ آره دیگه، یه جایی که دوش راحت باشم، دنج باشه، کسی کاری به کارم نشه باشه. فراری هستی؟ چطور؟ هستی. مکان داری یا نه؟ دارم، مونتاژ خرج داره. چقدر؟ 100 تومن. 100 تومنی؟ نه، 100 تا 5 زری با مزه. 100 تومن واسه 2 روز اجاره؟ اجاره نه، فروش. 2 روزم نه، تو بگو 2000 روز. گرونه. بچه با توه؟ آره. پس گرون نیست. چه ربطی داره؟ حالا حالا چه جور جایی هست؟ مکانه دیگه. قبلش چی بوده؟ گاوداری. امنه امنه، ایشکی دورورش نمیپلکه. همین تازگی ها پیداش کردم. ته مکانه. حالا کجا هست؟ نه چه یه وقت 100 تومن زیادیت میکنه. اصلا بلد نیستی چجوری خرجش کنی. تو قصه منو نخور. نتونستم خرجش کنم، میام پست میدم. آقا اون رادیو رو خاموش کن، با سرمون رفت. نرم ببینم عملستانه. ایشی بلدش نیست. کریستوف کلمبش خودم هم. ببین نداش، کسی که 100 تومن میده واسه مکان اصل هم داره. بعید نیست. بعید نیست همچی یهویی آدم هم کشته باشه. میشه. میشه وقتی دید داره دو در میشه برگرده پیدات کنه بزنه مختو پخشو پلا کنه. داداش دو تا چایی برده بیار. حالا آدرس. از شهر که رفتی بیرون یه خورده جلوتر سمت چپ یه بولوار هست که صاف میخوره به واجارگاه. نشونش هم اینه که سرش یه دونه مجسمه عروس و دوماد زدن. بولوار رو میری جلو تا بشه جاده. همون اوله جاده یه فری خاکی هست که باس بری توش.
مستقیم خاکیو میری تا برسی به یه دوراهی. دوراهیو میگردی سمت چپ، میری تا برسی به مکان. واجارگاه؟ آره. گفتی خاکی رو بشم سمت چپ؟ آره سمت چپ. بسه در نوشه جان. مگه نگفته بودم تو محله اومی نبینمه؟ نه مخلص سرکار خورم. بفرما چه این؟ پاشو بریم. باکی باکی هم بجون شما معلوم میشه. پاشو بریم. آمار تحصیل بجون ما دارم. یا بابا این چایی بخور بخوره باری کلا بخور داغه معلومه که میکردم. پاشو بریم. داداش این پول ما عروس ما حتی که نشه کجاش عروس تو ماده عملی؟ خیلی وقت بود نایمده بودم شاپل وزیر خیلی خوب شد اومده راستی ببینم تو چرا همه اصرار داشتی قبل از اینکه بریم شمال بیایم اینجا؟ نز داشتم نز چی؟ میدونی روز اول شما اومدین خواستگاری من بعد از اینکه رفتین چی شد؟ چی شد؟ بابام به مامانم گفت خانم وقتی تماس گرفتم بهشون بگو نه میگفت وضع مالی پسر خوب نیست او؟ منم بهش گفتم بابا پول خدا میرسونه اما اون گفت خدا بهت عقل داده که خودتو تو چاه نندازی از خدا خواستم یه کاری بکنه که این عروسی سر بگیره بهش گفتم دل بابامو نرم کنه فردای اون روز عزیز زنگ زد که جواب بگیره بابا نذاش مامان گوشی رو برداره خودش جواب داد و عزیز گفت خیر انشالله آج خانم ببین میگم حالا که خدا به حرفت گوش میکنه رفتی تو دعا کن پول دارم بشیم اگه بخواد میشی باید ازش بخوای من تو رو ازش خواستم همین برام کافی
خسته نباشی. چی میخوای؟ چی شده؟ پنچره. پنچره چی؟ بگی عزیز جان. همین کارو میخوام بکنم دیگه. کمک میخوای؟ پنچری کمک میخواد. خسته نباشی. عمو جک نداری؟ جک مگه خودت نداری؟ گمش کردم. جک دارم ولی به ماشین نمیخوره. تراکتر مال تراکتره. چایی دارم بیارم برات. میتونی تایی ماشین بلند کنی؟ معلومی که میتونم. بیارش پایین. بیار پایین. ماشاءالله زورت زیاده. خب معلومه که زیاده. کجا میری؟ اونوری. اونوری که میدونم. میری چشم رود؟ ها؟ آره دیگه، پس کجا دارم میرم؟ آخه کجای چشم رود؟ اما اولاش. میخندی؟ چای نخورده پسر خاله شدی؟ چای میخوای بیارم، تعارف نکن. چای خور نیستم. منظورم اینه که کدوم ده؟ متیکولا، تشیر، سلمده سفلا، بنجیر. همون آخری. میخوای بری عروسی؟ بابا تو کل جیکوپی که ما رو حفظی که. فامیل عروسی یا دوماد؟ عروس. عروس که تهران فامیل نداره. پس من کیم؟ اصلا کی گفته من بچه تهرونم؟ ما کلمون خوب کار میکنه. شما تهرانی ها خیال میکنیم فقط خودتون زرنگیم. ما از شما زرنگ زنیم عزیز جان. ما روغن حیوانی میخوریم، سرشیر تازه. برادرته؟ آره. چطوری همون جان؟ خودتو خسته نکن لاله. آخه تا این بنجیره خیلی راهه؟ با تراکتور 5 ساعت راهه. ولی الان فایده نداره بریم. میخوریم به تاریکی، راه رو گم میکنم. نه من باس برم، نگران میشن. چیزه از این گاوداری رد میشه نه؟ کدوم گاوداری؟ نمیدونم، سر جاده آدرس پرسیدم، یارو گفتش که باید بری از این گاوداری رد شی. گفت گاوداری وله. اون گاوداری که مال منه، در ضمن هر کی هم بیاد این آدرس داده اشتباه داده. این جاده رو راست میگیری میری، میرسی به یه دوراهی. سمت چپ گاوداری منه. سمت راست که بری 43 دقیقه با تراکتور راهه. میرسی به چشم رود. از اونجا یه ده به اسم بنجی. که اینطور. پس ما رفتیم. فردا برو. عیال و بچه ها رفتن بنجیر، ما فامیل دومادیم، امشب بیاییم خونه ما، با هم میخوابیم، فردا صبح ستایی با هم میریم بنجیر. نه من باست برم. ما داریم با هم فامیل میشیم، مگه میذارم بری؟ نه جون شما، زایست امشب نرم، یعنی توی مایه های نگران میشن. دوغ میخوا براتو بیارم تو را بخوریم؟ آره بیار، اصلا گوش نمونه. الان میرم همه چی برات میارم. دست درد نکن. مرجان خانم من برم. مرجان خانم. بله. من برم خونه خواهر شوهرم تنهاست. فردا صبح دوباره برمیگردم. برو. نگران نباشید.
خداحافظ. بله. الو سلام، من حامد سعیدی هستم. اگه ممکنه میخواستم با مرضیه خانم صحبت کنم. گوشی خدمتتون. مرضیه شوهرت. سلام حامد جان. سلام، خوبی؟ من خوبم. فکر نمیکردم اونجا باشی، همینطوری زنگ زدم. چرا نرفتی خونه؟ الان داشتم میرفتم. این روزا یکم بیشتر پیش مرجان خانم میمونم. زیاد حالشون خوب نیست. چرا، نگران پسرشه؟ آره. حامد پس تو کی میای؟ فردا صبح تهرانم. خیلی دلم برات تنگ شده. منم همینطور. زنگ زدم یه چیزی بهت بگم. بگو. فقط باید قول بدی که میدونی چیه؟ یعنی این که چی شده؟ من باید باهات حرف بزنم مرضیه. من حتما باید باهات حرف بزنم. حالم اصلا خوب نیست مرضیه. حامد چی شده؟ عزیز چطوره؟ حامد جان چی شده؟ میگم عزیز خوبه؟ آره خوبه. مطمئنی؟ آره حامد، دکترش گفت عملش خیلی خوب انجام شده. چی شده؟ عزیزو عملش کردین؟ جواب بده. عملش کردین. با کدوم پول؟ گفتم با کدوم پول؟ چرا حرف نمیزنی؟ با پول صمدی؟ آره. الو گوش کن حامد. الو الو. برادر من، بیمار شما تو کماست. باید رضایت بدی. اگه خدای نکرده تو را اتفاقی براشون افتاد، مسئولیتی متوجه ما نباشه. چه اتفاقی؟ هرچی. ممکنه ایشون سالم برسن تهران. ممکنه هم از خدای نکرده تو را تموم کنن. چون الان اصلا حالشون خوب نیست. این امضا کن، ما رو معطل نکن. آخه تا رضایت ندی ما بیمارتو نمیتونیم با آمبولانس منتقل کنیم. حال دیگه خود دانی. چی شد؟ سلام. سلام. آقای شکوی چطوره؟ فعلا همونطوریه. خوب نیست. حالشون اصلا خوب نیست آقا. شما پسرشون هستید؟ نه خیر، من دامادشون. این امضا کنید تا ما بیمار رو به آمبولانس منتقل کنیم. اگه نمیخواید امضا کنید ما رو مرخص کن بریم. نیم ساعت اینجا علف شدیم. خودکار بده. کجا رو باید امضا کنم؟ Thank you.
سمی؟ تو آشپزخونه. سلام. سلام. غذا پختی؟ آره قیمه پختم که دوست داری. عزیز چطور بود؟ خوب بود الحمدلله. دکتر گفت تا یکی دو روز دیگه منتقل میشه به بخش. خدا رو شکر. این خونه بدون عزیز ماتم سراست. خدا کنه زودتر برگرده. تو چرا اینقدر دیر کردی؟ یه خورده کار داشتم. حامد زنگ زد. خونه کیانفر. چی گفت؟ سلام رسوند. گفت امشب برمیگرده. چه خوب. وقتی بیاد ببینه عزیز عمل شده خوشحال میشه. بهش گفتم. اینم گفتی که پول عمل از آقای صمدی گرفتیم؟ آره. مجبور شدم بگم. خوب کردی. بالاخره که باید میفهمید. من میرم نماز بخونم. چه خوشمزه شده. خودت چرا نمیخوری؟ اشتها ندارم. سمین جون دنیا که به آخر نرسیده. حامدم که آدم بی منطقی نیست. وقتی براش توضیح بدیم همه چیزو قبول میکنه. قبول نمیکنه. کی میرسه؟ نمیدونم. دیر میرسه. من میترسم. از چی؟ از اینکه حامد بخواد جلو این ازدواج رو بگیره. از اینکه بخواد مجبورم کنه بزنم زیر قولم. اگه آقای صمدی پول عملو نداده بود الان شاید عزیز مرده بود. مرضیه. من حق ندارم بزنم زیر قولم. مگه خودت نگفتی برای ازدواج احتیاج به رضایت حامد نداری؟ گفتی تو رساله خوندم. خب پس دیگه نگران چی هستی؟ دوست ندارم بدون اجازه حامد عروسی کنم. نمیخوام بدون اجازه حامد عروسی کنم.
بابا دم این یارو گرم. به قول گفتنی لنگ کفش و بیابون خیلی مهمه. یارو کشاورزه رو میگم ها، بولتشمه بود عزیز جان. کره حیوانی بهمون داره عزیز جان. اگه این غذا مزه ها رو بهمون نده بود تا صبح باز کشتگی میکشیدیم. اگه خیال کردی به تعارف میزنم کور خوندی. دندت نر. میخوای بخوری بخور، میخوای نخوری هم نخور، فدا سرم که نمیخوری. چه؟ نکنه مامان جون رو بهت گفته این غذا نخوری. سوسول فوفولی فوفول بمفولی بچه پاستوریزه، بچه مایه دار، آدم میلیاردر. حالا میلیاردری ها؟ پدر باباتو در میارم. حالا وایسا یک کاری میکنم با بزرگت همه هتلاشو بفروشه جاش مسافرخونه بزنه. ببین حالا که بیرون تشریف داشته باشی. ممنون. کاری نیست؟ نه خیلی، این برگاه تا موقع تقسیم مارتون رو نگه دارید، برای تصفیه حساب لازم میشه. کاری اداریش انجام دادن. حسابی افتادی تو زحمت. اختیار داری آقا، وظیفه ما انجام دادم. دکتر دید آقای شکوهیو؟ نه هنوز نیومده، نمیدونم بزنم چی بگم. سیامک جان یه کاری بر من بکن، همین الان پاشو برو در خونه ما خانممو وردار بیار اینجا. بهش بگو تو راه که می آمدیم حال پدرش بد شد، مجبور شدیم بیاریمش بیمارستان. فقط یه جوری بهش نگو که هول کنه. واقعا برای من سخته که بهش بگم. چشم راستی بهترین برگا پیش شما باشه، ممکنه لازمتون بشه. خداحافظ. اینجوری نگاه نکن، من دو سه سال دیگه واسه خودم یه آدم حسابی ام. پولا رو که از بابای نامرد گرفتم میذارم میرم اونورا خارجو میگم، میرم به قول گفتنی آبا که از آسیاب افتاد دوره برمیگردم میام میبر. پولا رو میکنم سرمایه، میذارم به کاسبی، نشدم میذارم به خلاف. سر پنج سال جون تو تمام نصف تهران رو خریدم واسه خودم. هرکی هم بخواد جلوم واسه نفس برش میکنن. تو قطعی؟ چه؟ نگاه نگاه میکنی؟ فکری دارم توهم میکنم آه؟ نه این تومیری همون تومیری ها نیست داداش. آقا پیمان تصمیم خودش گرفته، میخواد کولاک را بندازه. حالا تازه میخوام یه نمه توهم کنم. درش کن بیاد. با تو هم میگم ردش کن بیاد. یه بچه اونه که تو قهوه خونه و از زور چپوندم تو جیبت، رد کن بیاد کارش دارم. ای بابا ردش کن بیاد. تو مثل که پی حرف نمیری ها، کجا گذاشتیش؟ کجا گذاشتیش؟ تو جیبت گذاشته بودم. با تو هم میگم رد کن بیاد.
بچه داری میری رو اعصابم. بهت میگم اون مهتا رو بره، من کارش دارم. چی کارش کردی بچه؟ زر بزن میگم اون مهتا رو چی کارش کردی؟ بده من بلش، من تو نکشتم. چی کارش کردی لعنتی؟ انداختیش دور؟ باز چی انداختیش دور عوضی؟ میکشم هم تو رو میکشم هم اون بابای نامرد تو. شهاب، شهاب بابا چش شده؟ سلام. چه بلایی سرش اومده؟ شهاب بابا کجاست؟ بفرمایید بیرون آقا فرد، ساعت ملاقات تشریف بیارید. چشم خانم، فقط چند لحظه چیزی بفرمایید. ساعت 12 شب که وقت ملاقات بیمار است. چشم خانم، شماست فقط چند لحظه خواهش می‌کنم. بابا خوابی؟ خوابیده؟ بابا کاشو منم مرجان ببینیمش بیرون. خانم تو همش اصلا خوب نیست. چرا جوابمو نداد؟ خوابش سنگین نبود شهاب. بابا چرا اینطوریه شهاب؟ تو کماس مرجان. بابا اصلا دیگه وقتشه که من عروسی کنم. دیگه نباید سربار شما باشم. تو سربار کسی نیستی. هستم. من باید ازدواج کنم. حامدم نباید جلومو بگیره. زندگی خودمه. تو پاشو برو تو. نه. سلام، خوش اومدی. پس سوغاتیه ما کو؟ حامد تو رو خدا چیزی بهش نگو. چرا رفتی مغازه این گروه سمدی؟ جواب بده سمی. برای عزیز. از عزیز اجازه گرفتی؟ گفتم جواب بده سمی. هیچی نگو مرسیه، هیچی نگو.
حالش چطوره خانم دکتر؟ چیز مهمی نیست، شوکه شدن. حالشون خوب میشه، نگران نباشید. آقای شکوهی که تو آی سی یو هستن، پدر ایشونه؟ بله. آقای شکوهی زنده میمونه؟ حقیقتش همین الان نمیشه گفت ایشون زنده است. در واقع فقط حیات نباتی دارن. یعنی دیگه هیچ کاری نمیشه برش کرد؟ نه متاسفانه. من به خانمتون آرام بخش زدم. خواب آوره، مطمئناً تا صبح میخوابه. شما هم بهتر بیاید خونه استراحت کنید. ممنونم سیاهنگ جان. خواهش میکنم آقای کیافت، میخواید صبح بیام دنبالتون با هم بریم بیمارستان؟ نه، با ماشین خانومم میام. تو فقط لطف کن صبح خودت بیا بیمارستان. چشم. خداحافظ. خداحافظ. راستی سیاهنگ جان، در مورد این قضیه مانی، آقای شکوهی، با هیچ کس حرف نزن. هر کی پرسید آقای شکوهی کجاست بگو نمیدونم، بگو با دامادشه. باشه چشم. شب بخیر. خداحافظ. شب بخیر. سلام. سلام. اینو گوش کن. اون چیه؟ این زره یکی از تخت‌ها توی ویلا پیدا شده. نوشته تنها تر از غریقی هستم که در اقیانوس بر تخت پاره ای مانده. چه بچه دوزه شاعر پیشه ای؟ تا اینجاش که مال کتاب شازده کوچولو بود. بقیهش رو گوش کن. نمیدانم چگونه دوباره دلت را به دست آورم. وای به روزی که بفهمی مرضیه. مرضیه احتمالاً اسم خواهر، نامزد یا زن یکی از بچه دوزاست. تو فکر میکنی بچه دوزا چرا دعواشون شده؟ سر پول یا بچه؟ راجبی موضوع قبلا صحبت کرده بودی. حالا یه احتمال دیگه هم هست. چه احتمالی؟ اینو یکی از بچه دوزا نوشته. خب چرا؟ چرا اینو نوشته؟ چه میدونم؟ شاید به خاطر دلتنگی. نوشته نمیدانم چگونه دوباره دلت را به دست آورم. یعنی یه کار بدی کرده. بعد نوشته وای به روزی که بفهمی یه کار بدی کردم. مرضیه. مثلا بچه دزدی. بچه رو دزدیده. بعد مثل خیلی از خلافکارهای غیر حرفه‌ای با وجدانش درگیر شده. الان هم احساس میکنه توی یه اقیانوس تنهای تنها مونده. احتمال اینکه یه همچین آدمی منصرف بشه خیلی زیاده. یعنی منصرف شده؟ برای همین با شریکش درگیر میشه، بعدم بچه رو برمیداره که ببره به پدر مادرش تحویل بده. ها؟ فرضیه خوبیه نه؟ آره، اما به شرطی که هر دو تا قتل رو شریکش انجام داده باشه، وگرنه فرضت یه مقدار بعیده. خیلی کم پیش میاد که یه قاتل جرأت برگشتن داشته باشه. قتل دومو که شریکش انجام داده، چون دختری که شاهد ماجرا بود میگفت پراید یه نفر سرنشین داشته. ما داریم درباره آدمی حرف میزنیم که با بچه فرار کرده. امیدوارم قتل اولم کار شریکش باشه. اگه این فرضیه درست باشه، اون وقت توی این ماجرا دو نفر به کمک ما احتیاج دارن. یکی بچه‌ای که دزدیده شده، یکی اون بچه دزدی که پشیمون شده. تو چیز تازه‌ای پیدا نکردی؟ چرا؟ روی موتورسیکلت غیر از اثر انگشت مقتول یه اثر انگشت دیگه هم پیدا شده. اثر انگشت مال یه مجرم سابقدار به اسم پیمان ناصریه. طرف قبلا سه بار بازداشت شده. به جرم کیف قاپی و حمل مواد مخدر هم مجموعاً 16 ماه زندان بوده. دوبارم به خاطر استعمال حشیش. خیلی اینا رو ولش کن، آدرسش. آدرس و شماره تلفن همه چیزاش اینجاست. خونه‌اش تهرانه. آره. به جرم دیر شد. کجا؟ تا
تهران. تلافی این کار تو سر در میارم داداش. حالا واسه نگاه کن، اگه گذاشتم قصر در داری باش برو بخواب اونجا، باش برو بخواب اونجا من میگم. نگاه میکنه، بخواب اونجا. بخواب اینم چپ. نه، گلوله‌ای که توی حیاط پیدا کردیم و با گلوله‌هایی که به افسر راهنمایی خورده بود تطبیق دادی؟ اون تو نوشته. آره نوشته تطبیق داره، پس داشته میرفته افسره بهش ایس میده، اونم وامیسته پیاده میشه و به افسره شلیک میکنه. من یه اسلحه لازم دارم پیام، پس فردا باید برم یه جایی که یه کمی خطرناکه، نپرس کجا. فقط میخوام یه اسلحه یه کمری سبک همراهم باشه. شهاب جان شرمندتم، این یه قدم و تو کارش نیستم. میدونم تو کارش نیستی، ولی اگه بخوای میتونی برام تهیه کنی. آخه تو اسلحه میخوای چیکار؟ گفتم که برای دفاع از خودم، ممکن اصلا لازم نشه ازش استفاده کنم. شهاب هر چیزی ازم بخواه غیرتی. پیام خواهش میکنم، تو تنها کسی هستی که میتونی این کار برام انجام بدی. ازت خواهش میکنم، تا آخر عمر بهت مدیون میشم. سلام. خوبی؟ سوال مسخره ای پرسیدم نه؟ خوبم.
از دستم ناراحتی نه؟ من خیلی آدم احمقیم. مگر نه داداش. چرا؟ هستم. خودم میدونم. سمی منو ببخش. باشه، حقم بود. اینجوری میگی که دل منو خوش کنی. تو هم مثل مرضیه و حمید و عزیزی. شما همه تون خوب. این وسط منم که هم نه باخرم همینطوری دارم کارای احمقانه. شما خوبی داداش؟ نیستم زمین، نیستم. کاش دستم میشکست نمیزدم تو گوشه، کاش پاهم میشکست نمیرفتم. داداش شما مگه اینجا بودین من همین کارو میکردم. گذشته از مریضی عزیز، بالاخره که باید عروسی کنم. من نباید سربار شما باشم. شما نباید جور همه ما رو بکشید. حالم خوب نیست. اصلا حالم خوب نیست. برم داغون میشم. تو هم دیگه با این حرفا داغون دارم نکن. پاشو. پاشو مرضیه رو صدا کن بریم صابونه بخوریم. چرا نمیخوری حامد؟ اشتها ندارم. یادت باشه یه سوغاتی طلب ما شده. چشم. حال عزیز خوب شده؟ آره خوب خوب؟ خوب خوب. الان میریم بیمارستان خودت میبینی. سلام علیکم. سلام. خوبی آقا حامد؟ ممنون. هاش خانم خوبن الحمدلله. من زیاد مزاحمتون نمیشم. نمیدونم در جریان قرار گرفتید یا نه. همشیره وقتی برای گرفتن پول بیمارستان اومد مغازه یه حرفایی زد به یه قرارمدارایی گذاشت. به سن و سالتون نمیاد انقدر کم طاقت باشین. ماشاءالله. ببین آقای صمدی، من نمیدونم شما با خواهر من چه صحبتایی کردی و چه قرارمدارایی گذاشتی، ولی تا اونجایی که به من مربوط میشه با این ازدواج مخالفم.
دیگه هم نمیخوام جلوی این ازدواجو بگیرم، ولی نظر من همونیه که گفتم. آقای صمدی، من از شما خیلی ممنونم بابت کمکی که به ما کردی، ولی همونقدرم از شما متنفرم به خاطر کاری که میخواید با ما بکنید. بازم اشتباه فهمیدی جوون. من اومدم اینجا که بهت بگم پولی که دادم قرضه، یه وام. هر وقتم داشتی باید به این پس بدی، پس بابتش هیچ توقع دیگه ای ندارم. اومدم اینو بهت بگم تا یه وقت خواهرتو بابت حرفایی که زده یا قرار مدارایی که گذاشته اذیت نکنی. کی بود؟ چی شده حامد؟ کی بود دم در؟ آقای صمدی. پولی که بهمون داده قرضی بود، هر وقت داشتیم باید بهش پس بدیم. گفت دیگه نمیخواد باهات عروسی کنه. خدا خیرش بده. بله. الو. سلام پیمان. سلام و زهر مار. باز چی گوشی تو جواب نمیدی؟ خواب بودم. الو. صدا تو نمیشنوم. الو. الو، من صدا تو میشنوم پیمان. میگم صدا تو نمیشنوم چلقوز. من صدا تو میشنوم پیمان. الو. بی صاحب. گفتم گوشی دست تو چی کار میکنه؟ خب گوشی خودمه. خفه بینیم با خوش شهرم صحبت رو بشنوم. گوشی بده حامد. حامد اینجا نیست. گلگوریه. خونه خودشه. منم خونه خودمم. تو غلط کردی. به جون مانی راست میگم. Thank you.
چاپ وای به روزگارت اگه بخوای دو دروازی در بیاری. پیمان همه پولو بهت میدم، فقط تو رو خدا مانی وضعیت بکن. گوش کن نفله، ببین چی دارم بهت میگم. اگه میخوای این بچه سرتقت سالم به دستت برسه، این نصیحتی که دارم بهت میکنم گوش کن. بالا غیرتن من دیگه شما رو نبینم، چون ببینمت نه خودتو سالم میذارم نه اون بچه تقصتو. فهمیدی؟ آره. برو حامل رو پیدا کن بهش بگو من زنگ بزنه. چه؟ مانی؟ بچه؟ قایم شدی واسه من؟ پیدات کنم یه بلای سرت میارم ها. مانی اونجایی؟ بچه کجایی؟ میکشمت. مانی
من به تو شرفی ببخشی که ها اونو دست پامو بسته بود پول ازم گرفتن مانی هم بهم پس ندادن داشتم برمیگشتم که برخوردم به آقای شکوهی وقتی دید مانی پیشم نیست یهو حالش بد شد یهو تا اومدم برسونمش بیمارستان سکته کرد تو اونا رو دیدی؟ کیا رو؟ همونا که مانی رو دزدیدن دیدیشون؟ آره شهاب ما باید به پلیس اطلاع بدیم نه الان دیگه نه حق با خانم شکوهیه باید پلیس اطلاع نه نمیشه الان دیگه نمیشه من بهشون پولو دادم پس فردا میرم سر قرار اگه بازم نخواستن بیان سر قرار یا نخواستن مانیو پس بدن باشه اون وقت میریم پیش پلیس همه چیو بهشون میگم ممکنه بلایی سر مانی آورده باشه نه نگران نباش من مانیو دیدم حالش خوب من یه سر میخوام برم کار خوبه امروز جمعه است با مهندس ساحری یه کار واجب دارم میرم در خونش شما لطف کن همینجا بمون اگه کاری پیش اومد با من تماس بگیر چشم خانم دکتر حسینی با مرکز تو خوبه مرجان؟ آره من برمیگردم میشه بابا پس ما تو لابی هستم پیپری داشتیم کی گفتم نمیتونی راه رو پیدا کنی خودت گوش نکردی دور بزن ببین کجا پشت سر من بیا بریم خونه یه چیز جا گذاشتم بعد با هم بریم خاموش کن اینو چی میگم یه دقیقه این قربانه رو خاموش کن این یارو پسرها رو ندیدی کدوم یارو پسره همین که دیروز تو ماشینم بود دیگه برادرت میگی آره برادرمو میگم نیدیش به برادرت دیگه یارو پسره دیدیش یا نه گم شده آره گم شده کجا گم شده نمیدونم گم شده تازه گم شده جبون تازه گم شده آره بابا تازه گم شده دیشب کجا خوابیدی قبرستون چطور مگه دیرو نگفتی میخوام برم چشم رو در روسی؟ گفتم، حالا که چی؟ پس چرا اینجایی الان عزیز جان؟ پس کجا باشم؟ چشم رو دیگه بابا مگه نمیشنوی تو؟ میگم یالو پسر داشتم گم شده اگه اینجا گم شده، یعنی داشتی از چشم رو برمیکشتی کی نمیشه؟ چرا؟ چون عروسی امشبه اگه چشم رو گم شده، پس چرا داری اینجا دنبالش میگردی؟
گم شده، دارم دنبالش میگردم. حامد بریم بیمارستان دیگه، باید بریم بیمارستان جای حمید، اون باید بره سر کارش، دیرش میشه. سر کارش؟ آره با مهنا صحبت کردم، قرار شده بره پیش اونا سر کار. حمید که کاری بلد نیست، گفتن یه دوره آموزشی براش میذارن بعد مشغول به کار میشه. بازم که قیافه ماتم زده ها رو به خودت گرفتی، تو الان باید خوشحال باشی، خدا رو هم شکر کنی، یعنی هممون باید خدا رو شکر کنی. یادت یه روز بهت چی گفتم؟ گفتم همه مشکلات همه رو تو نمیتونی حل کنی، خدا اگه بخواد خودش همه مشکلات رو حل میکنه، فقط باید توکل کنیم و طاقت بیاری. تو چرا اینجوری؟ عزیز حالش خوب شده، حمید سر کار میره، سمین دیگه نباید با اون کسی که دوستش نداره عروسی کنه، تو هم که دست از پا خطا نکردی. چی شده؟ حامد چی شده؟ به چی داری فکر میکنی؟ به آقای صمدی. دیدی؟ دیدی اونجوری هم که فکر میکردی نبود؟ اون مرد خوبیه. آره فقط کاش که آدم های خوب کارهای خوبشونو به موقع انجام. منظورت چیه؟ اتفاقا خیلی هم به موقع بود. آره آره به موقع بود. برم لباس بپوشم. آقا داداش کی اومدی؟ دیشب. چه خبر؟ بندر چه خبر بود؟ هیچ خبر. تو چطوری؟ خوبم. خوب؟ خوبه خوب. عزیز چطوره؟ عزیزم خوبه. دکتر گفت تا چند وقت دیگه خوبه خوب میشه. اونجاست؟ آره. تو برو سر کارت دیگه، دیرت شد. آقا داداش. من دارم میرم سر کار. برو. خونه میبینمت، مفصل برام تعریف کنی چیکار کردی ها. باش. فقط مواظب باش داری میری، این پرستاری یکم بد اخلاقه، بد صحبت نکنی نمیذاره عزیزو ببینی. باش. خداحافظ. آبجی سمین خودمون چطوره؟ خوبم. حمید میدونی امروز چی شد؟ چی شد؟ آقای صمدی اومد خونم، اومد با حامد حرف زد. خب گفت نمیخواد با من عروسی کنه. راست میگی؟ قرار شده پولشو کم کم بهش پس بدی. زودتر برو کارتو شروع کن، تو و حامد کلی بدهکاری. رفتم زن داداش. رفتم. من میرم خونه لباس عوض میکنم بعد میرم. روز میدونی چیه؟ با این لباس روز اول کاری آدم میخواد بره سر کار خیلی بده. من رفتم سمی، رفتم. خدافظ. شما کشتید من از بس رفتید و اومدید. ببخشید. برو. میخوام برم بالای سرش. نمیشه. تو سیسیو نمیشه رفت. میدونم. ولی من باید برم.
آقا ورود هم را به سیسیوم ممنوعه. میدونم ولی بذارید من برم. مادر شما بیهوشه. میدونم. پس چه فرقی برای شما میکنه که از پشت شیشه ببینیدش یا از جلو؟ فرق میکنه. بذارید من برم. پس فقط 2 دقیقه. عزیز صدامو میشنوی؟ حامدم عزیز، الان اینقدر بهت احتیاج دارم، کاشکی میشنیدی عزیز. عزیز حالت خوبه؟ عزیز برام دعا کن، خیلی برام دعا کن. خدا حافظ. دیدی؟ خیالت راحت شد؟ چرا بیهوشه؟ بیهوش نیست، دکتر گفته به خاطر درد بعد از عمل باید یه چند روزی مورفین بزنه. سلام آقای مهندس. سلام. مهندس ظاهری کجاست؟ فکر میکنم تو کارگاه تکمیل باشم. از این نقشه چند مکارد کامپیوتر کردیم؟ متراژو بکنم. برای که تیمون چند کار زدیم؟ سلام. بر سلام، چطوری آقای کم پیدا؟ حالت خوبه؟ حالیم. سفر خوش گذشت؟ تو از کجا فهمیدی؟ از این ور 400 میلیون میریزی به حساب کارخونه، از اون ور میری شمال سراغ محمودپور 100 میلیون ازش قرض میخوای. اونم کی؟ محمودپور. میونه این همه پیغمبر تو هم جرجیس رو پیدا کردی؟ بهت زنگ زد؟ آره زنگ زدی، خورده پرت و پلا، گفت منم جوابشو دادم. حالا چرا رفتی از اون پول خواستی؟ بلش کن هیچی، امروز جمعه است، برای چی دارین کار میکنین؟ با یگانه صحبت کردم، یه قرارداد بستم باش برای پیش فروش جنسا. داره صادرات را میندازه به آسیایی میاره، گفت هر چقدر تولید کنید میخرم. لابد باز چکی ها؟ آره، اما چکی یه ماهه، چکی یگانه عین پول نقده. تو چت شده؟ چرا پکری؟ نه کجا میری؟ اتاقم. چیزی شده؟
من داشتم چاکش یاد می‌گرفتم. یه لحظه میشه گیر گرفتم. چاکش یاد می‌گرفتم. آقا جان، عزیز جان، آقا پسر، میشنوی صدامو؟ آقا پسر خوشگله، عموی جان، شناختی منو؟ حالا من با این حالا که نمیتونم ببرم به چشم رود، حالا من برادرت از کجا پیداش کنم؟ اصلا نمیدونم شما فامیله عروس هستین نیستین عزیز جان. عزیز جان بشین اینجا بینیم. عزیز جان یه در اون برطا قربونه. آه قربونه جان. عزیز جان خوبی همه جان؟ سلام بابا. الو. سلام حامد، کجایی؟ اومدم در خونتون نبودی. بیمارستانم من، پیش مادرم. پیمان زنگ زد، میخواد با تو حرف بزنه. به من گفته موبایلو برسونم به تو. چیکار داره؟ نمیدونم. من الان میام بیمارستان، موبایلو بهت میدم، باهاش تماس بگیر. تو نمیخواد بیای اونجا. من اون بیمارستان نیستم. بیا همون رستورانی که با هم قرار گذاشتیم. تو بیا اونجا، منم الان میام اونجا. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه الان میام اونجا. سمین کو؟ پیش عزیزه. بشین. نه کار دارم، باید برم. من میرم یه دو سه ساعت دیگه برمیگردم. باشه. تو کاری نداری؟ نه، برو به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. سلام مادر. سلام. سلام. ما از دوستای آقا پیمان هستیم. اون دیگه بچه من نیست، آغش کردم. بریم. الان کجاست؟ نمیدونم، جهنم، درک، الهی که خیر از زندگیش نبینه. خونه نیست؟ نه خیر. در نبندین حاج خانم، ما پلیسیم. صد و دهی؟ نه خیر. راست راستی پلیسی؟ بله. پس لباست کو؟ مادر جون، این کارت شناسایی مونه. من که سواد ندارم مادر. چه کار کرده؟ کار خاصی نکرده، ما فقط چند تا سوال میخواستیم ازش بپرسیم. بگیرینش بندازینش تو زندون، شاید سرش به سنگ بخوره. همش با اوباش میگرده، راه پدرش رو رفته. دلم از دست این خونه. فکر میکردم بزرگ میشه عصای دستمه، قاتل جونمه. چند روزم هست اصلا ازش خبری ندارم.
یه تلفن نمیزنه، نمیدونم کدوم گوری رفته. دلم از دست این بچه خونه. مادر جون الان کجا میتونیم پیداش کنیم؟ نمیدونم والدا. آدرس دوستی، رفیقی، کسی رو ازش ندارین به ما بدین؟ نه، آدرس هیچ کس رو ندارم. هیچ کی؟ هیچ کی به خدا. ببخشید مزاحمتون شدیم. خدا ببخشید. خدا حافظ شما. آقا گفتین 110ی؟ بله 110ی. من فقط آدرس یکی از دوستاشو میدونم، تو همین کوچه پایینیه، یه در کرمی هم داره. مادر جون اسمش هم میدونین؟ اسمش کوروشه. کوروش. سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشین آقا کوروش هستن؟ نه خیر نیستن. کجان؟ سرکارشونه. ببخشین کجا کار میکنن؟ خیابان پایینی ترشکاری محبی. کی برمیگردن؟ الان هم دیگه پیداش میشه. خیلی ممنون، ببخشید. چی شد؟ میت سر کاره، تو اینجا باش من برم سراغش. خب بیا با هم بریم. به باباش گفت ممکنه الان برگرده، تو اینجا بمون که اگه اومد نگرش داری تا من بیام. چشم. یارو که خیر سرش نرفته هنوز عروسی. بالاخره گذر پوش افتاد تو دباغی آقا مانی.